بینندگان گرامی سلام و وقت بخیر، به یک بسته تازه خبری از دری میدیا خوش آمدید. از روسیه خبر می رسد که دو وزارت این کشور با خروج طالبان از لیست گروه‌های تروریستی موافقت کردند. همزمان با این کرام‌الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال متهم به تجاوز جنسی و فراری سابق در سخنان تازه‌ای گفته است که باشندگان پنجشیر از عملکرد طالبان راضی‌اند. همچنین طالبان در کابل اعلام کردند که در 3 نقطه زمین‌های شخصی و غصبی را جدا کرده و مردم می‌توانند در زمین‌های شخصی کار خرید و فروش و ساختن خانه را شروع کنند. همزمان با این از بغلان خبر می رسد که طالبان و 70 خانواده پیرو مذهب اسماعیلیه دستور تخلیه خانه هایشان را دادن. با ما باشید و از جزئیات این اخبار و چندین گزارش تازه و مهم دیگر آگاه شوید. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از احتمال بارندگی نسبتاً شدید، رعد و برق و سیلاب در 4 ولایت کشور هشدار داده است. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان روز دوشنبه 7 جوزا با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این احتمال روز سه‌شنبه 27 ماه می سال روان در ولایت‌های بدخشان، تخار، بغلان و پنجشیر به شمول سالنگ‌ها وجود دارد. از جانب این ریاست از احتمال وزش باد شدید در ولایت‌های شمالی، غربی، جنوبی، شرقی و مرکزی نیز هشدار داده است. سرعت باد از 30 تا 75 کیلومتر در ساعت گفته شده است. در همین حال منابع محلی در بغلان میگویند که طالبان به حدود 70 خانواده اسماعیلیه در این ولایت دستور تخلیه خانه هایشان را دادن. منابع روز دوشنبه 7 جوزا گفتند که این خانواده ها باشندگان اصلی ولایت بدخشان هستند، اما از حدود 30 سال به این سو در منطقه شمرق ولسوالی پل خامری زندگی میکنند. با گفته منابع طالبان به این خانواده ها تا 3 ایده قربان مهلت دادند تا خانه هایشان را تخلیه کنند. طالبان به این خانواده ها گفتند که خانه هایشان به آنان تعلق ندارد. منابع می افزایند که این افراد در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند و توانایی رفتن به محل دیگر را ندارند. منابع خاطر نشان می کنند که بزرگان این خانواده ها به دفتر بنیاد آقاخان در بغلان نیز شکایت کردند، اما به خواست آنان تا کنون رسیدگی صورت نگرفته است. از سوی هم زمیر کابولوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان به خبرگزاری تاس گفته است که وزارت‌های خارجه و دادگستری روسیه با ولادیمیر پوتین گزارش دادند که طالبان را میتوان از فهرست سازمان‌های هراس افکن حذف کرد. خبرگزاری تاس از زبان زمیر کابولوف نوشته است که برخی نهادهای دولتی در روسیه نیز از این تصمیم پشتیبانی کردند. آقای کابولوف همچنان افزوده است که طالبان از زمان روی کار آمدن دوباره در سال 2021 راه درازی را برای برسمی شناخته شدن پیمودند، اما هنوز چندین مانع در این راستا وجود دارد که باید برداشته شوند. مدیر دیپارتمنت دوم آسیای وزارت امور خارجه روسیه به خبرگزاری تاس افزوده است که وزارتخانه‌های امور خارجه و دادگستری بر رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین گزارش دادن که طالبان میتواند از فهرست سازمان‌های ممنوعه این کشور خارج شود. در همین حال کرام‌الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال متهم به تجاوز جنسی و فراری سابق با والی طالبان در پنجشیر دیدار کرده و گفته است که پیروزی طالبان فخر برای مردم است. در این دیدار عمر زاخیلوال وزیر مالیه سابق و کرام‌الدین کریم از امنیت و آسایش در پنجشیر و کمک به استحکام نظام طالبان سخن گفتن. به نقل از خبرگزاری باختر آنها گفتند که مردم به ویژه باشندگان پنجشیر از عملکرد طالبان راضی‌اند.
همچنین طالبان گفتند که در 3 شهرک شهر کابل زمین‌های غصب شده و شخصی را تفکیک کرده و اسناد آن را نهایی کردند. طالبان گفتند که از این به بعد مردم می‌توانند در این شهرک‌ها در زمین‌های شخصی خود کارهای ساختمانی و خرید و فروش را انجام دهند. این شهرک‌ها شامل شهرک میرویس، شهرک زازی و شهرک سید جمال‌الدین افغان می‌گردد. طالبان گفتند که دعوای اشخاص در این شهرک‌ها خاتمه یافته است. طالبان اما در مورد مقدار زمین‌های غصب شده که آنها از آن تحت عنوان زمین‌های اماراتی یاد می‌کنند چیزی نگفتند. دعوای کمیسیون علیه افراد و اشخاص در این شهرک‌ها خاتمه یافته و افراد و اشخاص می‌توانند در این شهرک‌ها کارهای ساختمانی خیش را آغاز نمایند. همزمان با این به دنبال انتشار گزارش‌ها مبنی بر بازداشت مولوی عبدالکریم حسیب رئیس عمومی اداره پاسپورت طالبان، وزارت داخله این گروه گفته است که او به ولایت قندهار فراخوانده شده است. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخله طالبان گفته است که مولوی عبدالکریم حسیب در پیوند به تظاهرات ننگرهار و قندهار فراخوانده شده است. با این حال سخنگوی وزارت داخله طالبان درباره تظاهرات ننگرهار جزئیات بیشتری ارائه نکرده است. پیش از این برخی از منابع مدعی شده بودند که رئیس عمومی اداره پاسپورت طالبان به دلیل فساد اداری و گرفتن رشوت بازداشت شده است، موضوعی که مقامات رسمی طالبان تاکنون آن را تایید نکردند. در همین حال منابع محلی در ننگرهار میگویند که افراد ناشناس یک صراف و مالک یک مرکز تجارتی را در این ولایت را بودند. منابع روز دوشنبه 7 جوزا گفتند که این فرد حاجی لونگین نام داشت و پس از چشت روز یکشنبه 6 جوزا از شهر جلال آباد مرکز ننگرهار ربوده شده است و گفته که منابع حاجی لونگین مالک اسپینغر تاور است. با این حال منابع جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نکردند و طالبان هم تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. همچنین وزارت معدن و پترولیم طالبان در اعلامیه‌ای گفت که شهاب‌الدین دلاور سرپرست این وزارت با رئیس یک شرکت ایرانی و شرکای افغانستانیشان در کابل دیدار کرده است. سرپرست وزارت معدن و پترولیم طالبان از علاقه‌مندی این شرکت ایرانی جهت سرمایه‌گذاری استقبال نموده و اطمینان دادند که در راستای فراهمسازی زمینه سرمایه گذاری برایشان مطابق قانون و طرز العمل معادن همکاری خواهد کرد. دوستان گرامی، به پایان این بسته خبری رسیدیم. تا درود دیگر، بدرود.